سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ بچه با هم دیگه آهنگ رئیس افراز رو شنیدیم که دیس مصطفی بوده و مصطفی هم از این دیس بک ساعتی ها میده. تو 2 ساعت دیس بک رو جمع میکنه و آهنگ سلطان رو میده که حالا همین دیس بک افرازه. و این آهنگ رو من تو کانال خودش پیدا نکردم، تو کانال مصطفی میری، اون کانالی که من توی یوتیوب ازش دیدم، کلا چند تا دونه آهنگ بود و این آهنگ رو سیال توی کانالش گذاشته، از اونجا دارم میذارم. و نمیدونم حالا این کاور فوتویی که دارم میبینم واقعا اصلی مال خود آهنگه یا نه، مال خودش که جالبه. اسم آهنگ سلطانه و داره کریستیانو رونالدو رو نشون میده، اون موقع که توی رئال مادرید بود و داره میگهش، داره به افراز میگهش. عکس باحالیه، یعنی چیز جالبی گذاشته واسه یه کاور آهنگش. تا اونجا که میدونم مصطفی میری لهجه هزارگی داره و مثل اینکه بهش میگن کلن سلطان رپ دری، یعنی مثل افراز خیلی محبوبه و بهش میگن که سلطان رپ دری. حالا بریم ببینیم که این آهنگی که دیسبک مصطفیه چجوریه. من تکست رو هم جلوم دارم چون اون آهنگی که از مصطفی میری ریاکشن کردم خیلی راحت نتونستم متوجه بشم، افراز رو خیلی راحت تر متوجه میشم چون خیلی به زبون فارسی نزدیکتره، تا اونجایی که میدونم اصلا تو تهران به دنیا اومده. ولی مصطفی میری به خاطر اینکه لهجهش هزاره هست، هزارگی میگم فکر میکنم، یه ذره سخت‌تر متوجه میشم، باید حواسم به تکست باشه. چقدرم کوتاهه، بریم ببینیم چیه. یه نرفته پس آمده، تو نرفته تو پس برو، تو کاره ده دوباره چاره کاره پاره کرد، تو چی کاره بشی بچم انمی افتخاره ته، پشتی بانه نداره خودش پشتی خالی باره به پشتی کارو باره مست تو کاره شارنده. چقدر سخته، یعنی بحث لهجه نیست، کلمه ها چقدر یه سر سختره برام. تا اونجایی که متوجه شدم داره میگه من مثلا پشتیبانی ندارم، خودم با دست خالی دارم کار میکنم و پشت کار خودمه که باعث شده من پیشرفت کنم، چون بالاخره افراز با کمپانی افرا کار میکرد و اونا کمکش میکردن ولی مصطفی نه. و فکر میکنم اون موقعی هم که این آهنگو داده مصطفی توی تهران بوده که این آهنگو داده. خیلی سخت متوجه میشم، اونجایی که من متوجه نمیشم شما تو کامنت ها بنویسین ببینم جریانش چیه. چتو کلمات سر بیت میچلانا، چتو کلو کرا را برد در ریت میچرانا، چتو رپ میکنه برد کت چندین فلو، بگو ببینم چندم این نفر در رنکینگم. میگه بگو ببینم نفر چندم رنکینگم. به نظر من آهنگای افراز خیلی باحاله ولی مصطفی میری فلوش خیلی خوبه. تا اینجای کار که چقدر قشنگ اومده جلو و خودش هم داره در مورد فلوی باحال خودش حرف میزنه. رپ میکنه برد کت چندین فلو، بگو ببینم چندم این نفر در رنکینگم. گفت چیز چسبیدی بازم خیرک نداری تصویری ما را، چیز نیست یک شبه از دیدی ما به شک ندارم، میگم تصویری کاره بد بیرو باره، کم تر کس گد از دلی ما را، بی با برزد از دینی ما را. وای چقدر اینجا فلو شبیه رضا پیشرو بود، دقیقا فلو پیشرو اینجا. حالا بچه های افغانستانی نمیدونم آهنگ های پیشرو رو گوش میکنید یا نه، اگر نشنیدین حتما بشنوین چون خیلی اینجا فلو شبیه رضا پیشرو بود. میذارم عقب. گفت چیز چسبیدی بازم خیرک نداری تصویری ما را، چیز نیست یک شبه از دیدی ما به شک ندارم، میگم تصویری کارا بد بیرو باره، کم تر کس گد از دلی ما را، بی با برزد از دینی ما را. نسبتا امسال کرفتم باز فرسان کچه خمه در افتم بان، برام اکدم سر چرا کوکنار از ما رفت در افتر اوتم بان. اینجا میگه تنبان، میگه چی تنبان؟ پاره پاره میکدوم، یعنی فکر کنم میگه شلوار پاره میکنم. چه باحال، من نمیدونستم افغانستانی ها از این کلمه تنبان استفاده میکنن، کلمه فارسیه، یعنی ایرانی ها تنبون میگن، تنبون تنبون. چه باحال بود اینجاش، ولی معنیش راستش زیاد متوجه نشدم، کلمه ها رو بیشتر متوجه میشم. دارم میگم تصویری کارا بد بیرو باره، کم تر کس گد از دلی ما را، بی با برزد از دینی ما را. نسبتا امسال کرفتم باز فرسان کچه خمه در افتم بان، برام اکدم سر چرا کوکنار از ما رفت در افتر اوتم بان. راست داری کده نمیتنی فقط گاز خالی دادی چتی پری دالی پاس کنی گری کده نره دیگه باز گلی خودی زدن جای خواه کار پای داد گای کده مگه بای دادیم بازم بازی کده ما. مسلمان می و مارم رپ ما بودای نرواری میکنم ده دری رپ ما خدای جالبه من رپ میکنم ولی اکتشه تو داری همو زمانی که خوب وقتشه کجایی.
میگه جالبه که من رپ میکنم ولی اکتشو تو داری، من رپ میکنم ولی تو ادات فروشو در میاری. اینجا گفت برای رپ من خدایی میکنم، این خیلی بامزه بود. و یه جاش گفت گل به خودی زدی، نمیدونم برمیگرده به کدوم قسمت از آهنگ رئیس که میگه گل به خودی زدی. اون نمیدونم جریان اون بیت امینمشو داره میگه، چیو میگه این گل به خودیو. اینم بنویسین چون من این داستانشو نمیدونم، بامزه بود اینجاش. میومارم رپ ما بودای نرواری میکنم ده در رپ ما خدای جالبه من رپ میکنم ولی اکتش تو داری همو زمانی که خوب وقتش کجایی ماچ کردنیه تا که دیس کردنی نرته که میگه ماچ کردنیه تا دیس کردنی، یعنی مثلا میخواد بگه خیلی سوسوله، بیشتر باید ماچش بکنید تا بخواید دیسش بکنید. چه بامزه بود. میکنم پکت دیس زدنی بارا بارا یکونه دماز پیش کردنید کنینگ اکو دمان نمیخوری نج رقمی اگه خرابش کنی تو رفت رو متزرره کلانش توی بچی در رفت مره میگه پدره دنامش گومی خبری چند پر میره هدره جنگره نفره جنگله نفره برنده برنده. باحال بود اینم. به نظر شما آهنگ افراز خیلی بهتر بود، قوی تر بود یا دیسپک مصطفی؟ مصطفی خیلی فلوی خوبی داره ولی به نظرم افرازم خیلی آهنگش خوب بود، یعنی بخوام انتخاب کنم خیلی سخته چون جفتشون واقعا عالی بودن. راست این آهنگ جادوی سیال که الان اینجا رو صفحه اومدم خیلی برام کامنت گذاشته بودید، من از سیال تا حالا چیزی نذاشتم ولی حتما این آهنگش هم ریاکشن میکنم. اون جریان این بیت نمیدونم امینم و اینا رو هم برام بنویسین که توی آهنگ رئیس افراز در موردش حرف میزد و اینکه آیا این دیس و دیسپک بازی ادامه داشت یا اینکه با همین آهنگ تموم شد، چون میدونم که افراز و مصطفی همیشه با هم کل کل دارن. شما بیشتر طرفدار افرازین یا مصطفی و توی رپ دری افراز طرفدار بیشتری داری یا مصطفی؟ اینا رو برام بنویسین. یه ذره آمار رپ دری هم دستم بیاد. مرسی که ویدیوهای منو نگاه میکنین، برام کامنت میذارین، خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین، خدافظ.